وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه اتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله قادر متعال را سپاسگزار هستم که برایم توفیق داد تا در برنامه دیگر و در حلقه دیگر از حلقات برنامه رهنمود سنت به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی قرار گرفتم الله تعالی برای همه ما توفیق بدهد تا ان الله آنچی را که میگوییم و آنچه را که میشنویم عمل با آن بکنیم بینندگان گرامی و عزیز اگر به یاد داشته باشید در برنامه گذشته پیرامون فواید و خوبی های پیروی کردن از دساتیر پیامبر صلی الله علیه و سلم مطالبی را به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی بیان کردم در این برنامه ان آنچه الله را که میخواهم به خدمت شما عزیزان بیان بکنم موضوع ضررهای نافرمانی و سرپیچی از دستورات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می باشد و بعد از این ان الله مستقیما به سراغ تعریف بدعت و اقسام بدعت خواهیم رفت اگر پروردگار متعال بر ما توفیق بده ان الله و به دنبال آن به ترتیب ان شاء الله سلسله وار مطالبی را در مورد بدعات خرافات و همچنین رسم و رسوم های غلط و بی جایی که در میان جامعه ما وجود داره بیان خواهیم کرد بدون شک چنانچه در برنامه های گذشته گفتیم اجرای فرامین و دستورات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یکی از جمله واجبات دینی هر فرد مسلمان هست در این شک و تردیدی وجود ندارد و آیات قرآن عظیم و شن و احادیث گوهربار پیامبر صلی الله علیه و سلم در این مورد فراوان است که ما در برنامه های گذشته به پاره از آنها اشاره کردیم اما همچنان که اجرای فرامین پیامبر صلی الله علیه و سلم برای انسان خوبیهایی را به ارمغان میآورد، همچنان انسانی که از دستور پیامبر از فرمان پیامبر صلی الله علیه و سرپیچی می کند مرتکب جرم بزرگی می شود و مرتکب عمل بسیار شنیعی می شود که بدون شک برای انسان ضررها و مشکلاتی را در پی دارد که ما در این برنامه به خدمت شما عزیزان و سروران گرامی و بینندگان عزیز چند آیه از آیات قرآن عظیم و شن را بیان می کنیم برای تایید این سخن که انسانهایی که از دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم نافرمانی می کنند و نسبت به آن را که رسول الله صلی الله علیه و سلم به اونها گفتند بی می کنند مطالب را از آیات قرآن عظیم و شن به خدمت شما عزیزان بیان می کنم. اولا هر فرد مسلمان اعم از برادر و خواهر مسلمانم باید این را بداند که ما ادعای این را می کنیم که نافرمانی از دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم منافی آن ادعای ما می باشد ما همه ادعا می کنیم و مدعی بر این هستیم که ما امت پیامبر صلی الله علیه و سلم هستیم امت یعنی پیرو دنبال رو ما چون میخواهیم دنبال روی پیامبر صلی الله علیه و سلم را بکنیم و دنبال پیامبر باشیم و ادعا بر این می کنیم پس باید که نافرمانی پیامبر صلی الله علیه و سلم را نکنیم الله سبحانه و تعالی در این مورد در سوره مبارکه احزاب آیه 36 الله جل جلاله میفرماید وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الله سبحانه وتعالى مفرما يد هيج مرد وزن مؤمن را در این مورد اختيار نیست که وقت خداوند جل جلاله و پیامبرش صلی الله عليه وسلم سلم دستوری را میدهند بگوید که من این گونه پیامبر علیه السلام این گونه گفتند ولی این انسان بگه که نه من این گونه میگویم و مخالف دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم کار را اجرا بکند برای یک انسان مؤمن همشون کار مناسب نیست و انسان مؤمن اعم از برادر و خواهرم چون این اختیار برایت نیست که چون این چیزی را بگویی و دستور پیامبر علیه السلام را زیر پا بگذاری و بگویی که رسم و رسوم این گونه میگوید بگویی که به فکر و نظر من این گناه هست وقتی پیامبر علیه و السلام چیزی را گفتند انسان مؤمن باید سمعا و طاعتا باشه یعنی آن سخن را بشنوه و اطاعت بکنه پیروی بکنه دنبال روی آن سخن را بکنه انسان مؤمن این گناه باید باشه در ادامه پروردگار سبحانه و تعالی میفرماید و من می یعص الله و رسوله فقط ضل دل ضلال مبینه کسی که از دستور خدا و پیغمبرش سرپیچی میکنه گریفتار گمراهی کاملا آشکار گردیده و میگرده انسانی که نافرمانی از دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم بکنه و سرپیچی از آنچی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کردن بکنه بدون شک انسان به گمراهی آشکار و به گمراهی واضحی افتاده انسان نمیشه که ادعا بکنه که من امت پیامبر صلی الله علیه و سلم هستم و بعد از آن کارهایی را انجام بده که خلاف دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم باشه برای انسان و مؤمن همچون کاری مناسب نیست کسی نمیتواند ادعا بکند که من به هدایت رسیدم من به رشد رسیدم بعد از آن نافرمانی دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم را بکنه این دوتا با هم در تضاد این دوتا با هم منافات داره امکان نداره که یک انسان مؤمن یا هر شخصی ادعا بر این بکنه که من به هدایت رسیدم در حالی که دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم را پشت پا بزنه الله متعال جل جلاله برای ما میگه و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا انسانی که نافرمانی و سرپیچی از دستورات خدای متعال جل جلاله و پیامبرش صلی الله علیه و سلم بکنه این انسان به گمراهی آشکاری فرو رفته به گمراهی آشکاری افتاده گمراهی که واضحه گمراهی که نیاز به بیان نداره کاملا واضحه که ای انسان گمراه شده و همچنین الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه نسا آیت چهارده کسانی که نافرمانی الله جل جلاله و پیامبرش را می کنند، آنها را پروردگار متعال جل جلاله وعید داده آنها را متوجه کرده که شما جایگاه شما جهنمه جایگاه شما آتش سوزان هست الله سبحانه و تعالی می و من یعص الله و رسوله کسی که نافرمانی می کند از الله و پیامبرش صلی الله علیه و سلم و و یتعد حدوده و از مرزهای قوانین خداوند جل جلاله میگذرد قوانین را که خداوند تعیین کرده آن قوانین را پشت پا میگذارد از این قوانین به طرف دیگری میرود متعدی میشود انسان تعدی میکنه تجاوز میکنه از آنچه که الله سبحانه و تعالی برایش قانون گذاری کرده از آنچه که پیامبر الله سبحانه و تعالی که سفیر الله هستند رسول الله هستند از جانب الله فرستاده شدند این انسان از این مرزها میگذره و به مرز معصیت داخل میشه به مرز نافرمانی داخل میشه به مرز اتباع و پیروی از قوانین غیر الله سبحانه و تعالی این انسان پا میگذاره بدون شک این انسان چیکار هست الله سبحانه و تعالی در ادامه میگه که یدخله نارن خالدا فیها این انسان مدت طویلی در آتش جهنم خواهد ماند و له عذاب مهین برای این انسان انسانی که مؤمن باشه مدت طویلی در جهنم میمانه مدت بسیار طویلی ولی انسانی که کافر باشه منکر گفته های الله سبحانه و تعالی و پیامبرش صلی الله علیه و سلم باشی انسان خب برای همیشه و ابد در جهنم باقی میمانه بعد خداوند میفرماید وله عذاب و مهین برای این انسان عذاب خار ای هست برای این انسان عذاب خار ای کدام انسان انسانی که معصیت الله سبحانه و تعالی و پیامبرش صلی الله علیه و سلم را میکند بینندگان عزیز و گرامی این دو آیه مبارکه از آیات قرآن عظیم و شن برای ما درسه مهم و اساسی دارد درسه مهم و اساسی دارد که وقتی ما نافرمانی الله را کردیم که نباید بکنیم در آیت اول برای ما این اختیار را از ما سلب می کند و در آیت دوم انسان که سرپیچی الله سبحانه و تعالی دستورات الله را می کنند و سرپیچی دستورات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را می کنند الله سبحانه و تعالی آنها را وعید داده و آنها را متوجه کرده که شما مواظب باشید که جایگاه شما آتش جهنمه عذاب خار کننده الله سبحانه و تعالی دوچار شما می شود شما انسان هایی که نافرمانی الله سبحانه و تعالی و پیامبرش صلی الله علیه و سلم را میکنید در جای دیگر خداوند سبحانه و تعالی در سوره مبارکه جن آیه 23 میفرماید و من یعص الله و رسوله ان له نار جهنم خالدین فیها ابدا الله متعال میفرماید کسانی که از دستور خداوند جل جلاله و پیامبرش صلی الله علیه و سلم سرپیچی میکنند اینها کسانی هستند که نافرمانی دستور خدا و پیامبر را می‌کنند و ایمان نمی برای پیامبر و ایمان نمی آورند با آنچه که خداوند جل جلاله آن را فرستاده این انسان ها را پروردگار سبحانه و تعالی می فرماید فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ برای انسان آتش جهنم است خالدین فیه و این انسان ها برای همیشه و جاویدان در داخل جهنم میمانند این سزای کسی است که نافرمانی دستور خدا و پیامبر را میکنه و توجه نمیکنه به دستور خدا و پیامبر منکر دستور خدا و پیامبر هست اینسان انسان برای همیشه در جهنم باقی میماند چنانچه در آیت گذشته هم به این موضوع اشاره کردم انسان نمیتوانه مؤمن باشه مگر اینکه باید دستور خدا و پیامبر را اجرا بکنه امکان نداره انسان ادعای ایمان بکنه ادعای مؤمن بودن بکنه بعد از آن دستور خدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم را زیر پا بکنه بگه من به حکمیت خدا و پیامبر باور ندارم نعوذ بالله توجه به با دستور خدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم نکنه این انسان نمیتوانه مؤمن باشه این سخن را از کجا میگوییم از لابلای آیات قرآن عظیم از لابلای آیات قرآن عظیم الشان که موجود است اجازه دهید وقفه با همدیگر از اتاق فرمان بگیریم و ان الله بعد از آن به خدمت شما عزیزان خواهیم بود و این آیتی که می خواهیم به خدمت شما بیان بکنیم برای تایید سخنان خود ان الله به خدمت شما عزیزان تلاوت خواهم کرد بینندگان عزیز و گرامی اینجا وادی قدید است 106 کیلومتری شمال مکه مکرمه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و وسلم با تحمل زحمات و مشقات فراوان از این مسیر به طرف مدینه منوره هجرت نمودند تا دین مبین اسلام را برای ما برسانند و اولین حکومت اسلامی را در شهر مبارک مدینه منوره تأسیس نمایند ما در وسال حق همگام با نبی رحمت برای اعلای کلمت الله این راه را ادامه خواهیم داد. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی بینندگان عزیز و گرامی اگر به یاد داشته باشید در اول برنامه در قبل از وقفه به خدمت شما عزیزان مطالبی بیان شد و به این موضوع رسیده بودیم که گفتیم کسانی که ادعای ایمان می کنند و دستور خدا و پیامبر و حکمیت خدا و پیامبر را قبول نمی کنند و پیامبر صلی الله علیه و سلم را به عنوان حکم قبول ندارند این انسان ها ادعای ایمان آنها پوچ است و بیجا هست در این مورد ما به آیتی از آیات کلام الله مجید اشاره می کنیم چون تنها مرجع ما که در واقع می تواند ما را از بدبختی های که امروز ما مسلمان ها بر آن قرار داریم ما را نجات بدهد قرآن از این در مرحله اول آن قرار دارد الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه نساء آیت 65 به این موضوع اشاره می کند الله می فرماید فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکیموک فی ما شجر بینهم اما نه به پروردگار از سوگند الله سبحانه و تعالی میگه به پروردگار از سوگند و قسم که آنان مؤمن محسوب نمیشوند تا تو را در اختلافات و درگیری هایی که در میان آنها هست به داوری نطلبند و تو را به عنوان قاضی و حکم قبول نکنند اینها ایمان ندارند اینها محسوب نمیشن به عنوان مؤمن اینها مؤمن حساب نمیشن باشه که ادعا بکنن آن منافقینی که دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم را زیر پا میکنند و به دنبال تاقوت میروند به دنبال غیر قانون الله و پیامبر میروند روند این ادعای ایمان بکنند فلا و ربک لا یؤمنون حتى فی ما شجر بینهم به خدا قسم اینها مؤمن نیستند به خدا قسم که اینها مؤمن شمرده نمیشوند این سخن الله است این فیصله ای الله هست در مورد کسانی که پیامبر را با عنوان قاضی و با عنوان حکم قبول ندارند این فیصله ای قرآن هست در مورد کسانی که اطاعت خدا و پیامبر را پشت پا میزنند این فیصله ای قرآن هست در مورد کسانی که ادعای ایمان می کنند ولی پیامبر را به عنوان حادی و به عنوان منظر به عنوان مبشر به عنوان کسی که آمده تا خلق را از بدبختی ها نجات بده قبول نمی کنند این است آنچی را که خداوند جله جلاله در قرآن عظیم و لشن برای ما بیان میکند فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضید و یسلمو تسلیما آیا به همین کافی است نه بعد از آنکه ای پیانبر تو در میان آنها قضاوت کردی حکمی را در میان آنها صادر کردی در میان آنها حکم قرار گرفتی و اختلافات و درگیری های آنها را ای پیامبر صلی الله علیه و سلم تو حکم کردی که حق به طرف فلانی است و حق به طرف فلانی نیست و تو حکم کردی که این خوب است و این بد است بعد از آن ای انسانی که مؤمن هست در وجود خود تنگی احساس نمی کند در وجود خود تعب و مشکل احساس نمی کند که بگوید حق من خورده شد یا این چیزی است که برخلاف عقل من است و یسلم و تسلیما این انسان ها کاملا تسلیم قضاوت پیامبر صلی الله علیه و سلم می شوند و یسلم و تسلیما اینها کاملا و در کل تسلیم قضاوت تو می شوند ای پیامبر صلی الله علیه و سلم و تسلیم قضاوت تو بشن اینها مؤمن شمرده می شوند ولی در غیر این انسان هایی که به دنبال قوانین غیر الله هستند به دنبال پیروی کردن از غیر الله و پیامبرش هستند اینها کسانی هستند که سرپیچی از دستورات خدا پیامبر می کنند به خدا قسم اینها ایمان ندارند باشه که ادعا بکنند باشه که بگویند ما بهترین امت هستیم باشه که ادعا بکنند ادعا کاری را نمی کند ادعا فایده به حال انسان ندارد بلکه انسان در عمل می تواند که ادعای خود را ثابت بکند و الا اگر این که عمل نکند با آنچه ادعا می کند انسان دروغگو هست اگر چه تمام عمر خود و تمام وقت خود را سپری بکند به ادعا کردن و شعار دادن از شعار دادن کار ساخته نمی شود به شعار درد دوانه می شود الله سبحانه و تعالی ما را منع میکند کند از اینکه ما از دستور پیامبر صلی الله علیه و سرپیچی بکنیم و ما را هشدار می دهد که اگر شما سرپیچی دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم را کردید مواظب باشید که عذاب الهی به سراغ شما خواهد آمد الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه نور آیت 63 می فرماید فلیحذر الذین یخالفون عن امره باید بر حذر باشند کسانی که نافرمانی می کنند و مخالفت میکنن از دستور پیامبر از چی بر حذر باشند؟ ان هم فتنه این که بر ایشان فتنه برسد عذاب برسد دوچار عذاب بشوند عذاب دنیوی و اخروی قحطی زلزله مصائب دنیوی اینها همه فتنه هایی است که در دنیا به انسان میرسد و فتنه اخروی هم که عذاب است شکنجه است که ما در آیات گذشته با آن اشاره کردیم الله سبحانه و تعالی ما را متوجه می کند می گوید که انتوسی به هم فتنتون او یوسی به هم علیم آنها باید برحضر باشند از این که نافرمانی دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم را بکنند که عذاب الهی به سراغ آنها خواهد آمد انسان هایی که نافرمانی دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم را می کنند باید برحضر باشند که سراغ آنها عذاب الهی خواهد آمد باید بر حذر باشند از این موضوع که در دنیا هم به مشکلات گرفتار می شوند و در آخرت هم امروز امت اسلام از هر جهت غم و اندوه به سراغ آن آمده امت اسلام امروز غریب و بیکس شده بیچاره شده از هر جهت مشکلات بر سر او آمده همه شکایت داریم همه از این ناحیه نگران هستیم شاکی هستیم که این عذاب ها را گونه می شود از سر خود گذراند قحطی زلزله خوشسالی کشت و کشتار جنگ اینها همه اختلافات تعصبات همه اینها در میان مسلمان ها امروز شروع کرده و به وجود آمده راهش چیست راه نجات از اینها چیست ما زمان مشکلات بر سر ما آمد و زمان... به سختی ها و به این مصائب گرفتار شدیم و میشویم که نافرمانی خدا و پیامبر را کردیم و میکنیم صحابه رضوان الله علیهم اجمعین در قزوه احد میبینیم سرپیچی کوچکی میکنن از دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم الله سبحانه و تعالی آنها را به چی مشکلات گرفتار میکند چقدر از صحابه در اونجا شهید میشوند چقدر از صحابه در آنجا زخم برمیدارند رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم بهترین خلق زخم برمیدارند و بهترین انسان ها شهید می شوند در اونجا به خاطر یک معصیت به خاطر یک سرپیچی از دستور پیامبر پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از قذوه گفتند که یک گروهی را تشکیل دادند گفتند که شما به روی آن تپه قرار داشته باشید و متوجه باشید که دشمن از پشت بر ما حمله نکند وقتی مسلمان ها در مرحله اول کفار را شکست دادن این مسلمان ها گفتند که حالا خوب کفار شکست خوردن برویم پایین به دنبال غنایم. بعضی از آنها پایین شدند و تعداد اندک روی آن تپه ماندند به خاطر همین که پیامبر فرموده بودند که شما از این تپه پایین نشویم حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده بودند که اگر شما دیدید که ما همه کشته شدیم همه از بین رفتیم و حیوانات و پرنده ها اجساد ما را می خورند شما اجازه پایین شدن نداریم از این منطقه را ولی بعضی از صحابه از این منطقه پایین شدن آمدن پایین الله سبحانه و تعالی بعد از آن آنها را بخشید حالا ادعی وقتی که این موضوع را بگوییم چشم گوش آنها باز میشه دشمنان صحابه چشم گوش آنها باز میشه که بله صحابه معصیت کردند صحابه سرپیچی کردند بله قرآن عظیم و شن و پیامبر به خاطر تربیت این نسل آمده آنها معصیت کردند گناه کردند ولی الله سبحانه و تعالی از آنها گذشت پیامبر از آنها گذشتند ولی انسان ها که دشمن صحابه هستند گوش آنها و چشم آنها باز است که کوچکترین مشکلی را کوچکترین خالیگاهی را در زندگی صحابه پیدا بکنند و به آن نکته تمر... تمرکز بکنند و همان اهداف شیطانی و اهداف شوم خود را در آن بگنجانند بله بدون شک معصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم، نافرمانی و سرپیچی از پیامبر صلی الله علیه و سلم مشکلات فراوانی به وجود دارد صحابه که بهترین خلقند به خاطر کوچکترین معصیت سرپیچی از دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم ببینیم که الله سبحانه و تعالی آنها را دوچار چی مشکلاتی کرد پس ای امت اسلام ای برادران و ای خواهران مسلمانم در هر گوشه ای از دنیا که هستید مواظب باشید که نافرمانی پیامبر صلی الله علیه و سلم را نکنید و الا به مشکلات و سختی هایی که امروز گرفتاریم بیشتر از این بر سر ما خواهد آمد و راه حل امت اسلامی بر این است که ما آن را پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما فرمودند از آن پیروی بکنیم و آن را که ما را منع کردن از آن پرهیز بکنیم و امید این روز که همه ما ان از جمله امت واقعی امتان واقعی رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم و دستورات پیامبر صلی الله علیه و سلم را یکی پس از دیگری اجرا بکنیم همه شما را به الله متعال می سپارم. این قسمت از برنامه ما تمام میشه تا قسمت بعدی همه شما را به الله پاک و بی همتا می سپارم. الله جل جلاله و یار و مددکار همه من و شما باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته hmm